آقا تو رو خدا تونتر، من عجله دارم. آه اینم تموم، بفهم دست شما دفن خانم بقیهش. مامان رنده جون نیست، منم گرسنمه. یعنی چی نیست عزیزم؟ من پایین نیستش رانا؟ رانا جان؟ رانا؟ یه بگم بیا عزیزم. رانا جان کجاست؟ رانا؟ رانا جون؟ برو تو آشپزخونه، الان میام صبحانتو میدم. رانا تو اینجایی؟ بله خانم، کاری داشتی؟ این بچه بیدار شده گشنشه، منم خیلی کار دارم. چشم، من الان میام، شما بریم به کارتون برسیم. چی شده؟ ببینمت. چیزیت شده؟ من نه، چیزی نیست. خوبی؟ بله خوبم. چرا عرق کردی؟ صورتت برافروخته است. چیزی نیست، من خوبم. شما بفرمایید داخل، من الان میام خدمتتون. خیلی خوب، انقدر خودتو خسته نکن. خب چشم. ولی شما تو حیاط نبودید. قبل از اینکه برم پیش مامانم از پنجره نگاه کردم، ولی شما تو حیاط نبودید. اگه من تو حیاط نبودم پس کجا بودم؟ نمیدونم. چی تو مسجد قایم کردی؟ هیچی عزیزم، تو برو تو خونه، من الان میام به تو بونه میدم. باشه؟ با هم بریم. خیلی خوب. اینقدر شکر نریز عزیز دلم. چرا؟ به خاطری که شکر زیادی خوب نیست، دندونه خوشگلتو خراب میکنه. چشم. آفرین دختر گلم. من که دختر شما نیستم. اشکالی داره من بهت بگم دخترم؟ نه عزیزم. حالا هانیه خانم گل صابونشو میخوره تا من برم به کارام برسم. چشم. آفرین عزیزم. چشم خانم، الان میارم. خسته نباشی رهنا جون. خیلی ممنون. بفرمایید. ممنونم. که بیا. بعد کارتشو داشته باشم. بله. بیا برو اینجا بگو که از طرف من اومدی. من همیشه وسایلامو از این میگیرم. این بومی که الان داری خوب نیست. برو اینجا بگیر. باش. بنیم بزن سر جاش کیفتونو. نه بزن اونجا بشه. رانا جون مرسی عزیزم، دستت درد نکنه. خوبه، بهتر از این نمیشه. بزنی خوب پاک کنم سهیلا خانم. خوبه دیگه، خودتو خسته نکن، دستت درد نکنه. دوباره فردا این بچه ها شاگردا میان کثیف میکنه. فردا هم دوباره تمیز میکنم. ای بابا خودتو اذیت میکنی. نفالا خسته شد. ای بابا عزیزم به خدا لباسون داره بشونمش. میگم دستت درد نکنه. اینا تو رو خودش اینجوریه، لک نیست که. Thank you.
اومدم هم ازت تشکر کنم هم عذرخواهی. تشکر بابت زحمتایی که برام کشیدی. عذرخواهی هم بابت اتفاقی که دیشب افتاد. میبینم که خبرها زود میرسه. رامی میخواد منو اذیت کنه. برای همین این کارو کرد. خودش دیشب زنگ زد همه چیو گفت. همون موقع میخواستم بهت زنگ بزنم ولی دیدم دیر وقته مزاحمت نشدم. خوب کردی. راستش یکم افسانه عصبی شد. حق داره. من شرمندم. ولی قول میدم که دیگه تکرار نشه. دیشب براش قسم خوردم که اگه یه بار دیگه سراغ تو یا خانوادت بیاد زنگ میزنم به پلیس. اون اخلاقای من خوب میدونه. میدونه که نباید پارو دومه من بذاره. تو هم دیگه نگران نباش. نگران نیستم. فقط یه مسئله ای هست. تو تا زمانی که شاهدی یا مدرکی پیدا نکنی به وکیل احتیاج نداری، درسته؟ چه؟ از اینکه میخواستی بهم کمک کنی پشیمون شدی؟ پشیمون نیستم. فقط افسانه یکم شرایطش خوب نیست. نمیخوام حساسش کنم. همین. حق داری. متوجه. هر موقع که به کمک چیزی احتیاج داشته باشی میتونی رو من حساب کن. ممنون. خداحافظ. خداحافظ. بله این مال شماست دختر گلم. این همونیه که اون دفعه تو اون مغازه دیدی. قرار شد اگه شما دختر خوبی باشی و تو کارهای خونه مامان کمک کنی من اینو برات جایزه بخرم. حالا مامان میگه شما خیلی دختر خوبی هستی. منم به قولم عمل کردم. به جایزه. کاش یکی هم بود برای من جایزه میخرید هانیه خانوم. اگه من دختر خوبی هستم چرا حرف منو باور نمی کنی؟ کی حرف دختر منو باور نکرده؟ مامان. چرا؟ چی شده مگه؟ خیلی امروز دختر کوچولوی ما که بیدار شده دیده تو خونه تنهاست. بعد با مامانش خونه رو گشتن. رعنا جون، رعنا جون، رعنا جون نبوده. بعد دیدن رعنا جون داره باغچه‌ها رو آب میده. ولی هانیه جون گفته که رعنا جون خونه نبوده. آها. آره بابا. ولی مامان جون باور نمیکنه که رعنا جون تو حیاط نبوده. باور میکنم. میگم شاید این گوشه اون گوشه بوده تو ندیده بودیش. خیلی خوب. حالا با هم صلح و صفا کنین. من دلم لک زده واسه بازی کردم. خودو بیا. اخ تو مردی. معلوم برای خودت خریدی یا برای خانیه؟ دیدی مامانت باز دوباره تنها شد. ولی عیبی نداره. من تو رو دارم. تا تو باشی من تنها نیستم. ولی به هم قول بده که دختر خوبی باشی. مثل مامانت نباشی. مامانت تو تنها نذاری. باشه عزیز دلم. اسخری میخواد بدونی که شما بالاخره اینجا موندنی هستی یا میخوای بری؟ فعلا که هستم. اونم که داره هر هفته پولشو میگیره. مشکلش چیه؟ خب آره مادر، ولی اونم باید حساب کار خودشو بدونه. اینجا زائر زیاده. آخر ماه سفرم هست، خیلی شلوغ میشه. بالاخره باید تکلیف خودشو بدونه دیگه، هستی یا نیستی. من هیچ جا نمیرم تا وقتی که دخترم بیارم پیش خدا. مگه تو بچه داری؟ بله. ولی پیشم نیست. کجاست؟ خیلی دور نیست. نمیذارم ببینیش؟ چرا؟ یه روز در میون میبینمش. ولی میخوام بیارمش پیش خودم. آخه انشالله مادر، انشالله. اگه رفتی حرم منم دعا کن.
تیکی روش میشه بره حرم اسمت خانم. حرفا چی میزنید؟ آخه شما که نمیدونین من کیم، نمیدونین چه کارایی کردم. مادر من، عزیز من، مگه تو میدونی من کیم؟ مگه میدونی گذشته من چی بوده؟ این آدمایی که دور برت میبینی هیچ کدوم پاک پاک نیستن. بالاخره هر کی یه گناهی کرده، مهم الانته. دلتو پاک کن و برو تو حرم آقا امام رضا. بدون که هیچ وقت دست خالی بر نمیگردی. دلم پر از نفرت و کینه است از همه آدمایی که این بلاها رو سر آوردن. نفرتو از دلت بیرون کن مادر، به جاش امید و رحمت بذار، ببین چقدر زندگیت فرق میکنه. یعنی فکر میکنی منو میبخشه؟ آره چرا که نه، خداوند خیلی بزرگتر از این چیزاست. ببین یه بچه وقتی خطا میکنه، سرش به سنگ میخوره، میره پیش پدر مادر عذرخواهی میکنه، چقدر اون پدر مادر خوشحال میکنه. خدا هم دوست داره بنده هاش سرشونو بلند بکنن و بگن خدایا توبه، خدایا العف. اون دعایی که میخوندیم چی بود؟ یا وجیان اندالله اشفعلن و اندالله. نمیدونم چرا یادش نمیگیرم. مادر تو با هر زبونی که باهاش صحبت بکنی به گوشش میرسی، هر جور که دلت بخواد هر زمانش. سلام، خسته نباشی. سلام رانا. سلام. ستاره اون پایای میز بیار تو حیاط. سلام رانا. سلام علیکم. اینجا چه خبره؟ سلام عزیزم. سلام سهله جون. هیچی بابا، دیشب لوله خونه پدرشوهرم اینا ترکیده، تمام وسایلشون رفته زیر آب. ای بابا، حالا چیا بوده؟ وسایل تکیه و تزیه، بر همین اعصابش خیلی خرابه، کل رنگای پارچه ها در هم شده. اعصاب خوردی نداره؟ هستن جایی که پارچه و پرچم می نویسن؟ آره میدونم، ولی وقتی که صبح به همین خبر رو دادن یهو توی دلم لرزید، گفتم امروزم نذر امام رضا، خودم براش درست میکنم. حالا اگر تو هم دوست داری کمک کنی که بسم الله. آخه نهار چی؟ من بعد وایسم نهار درست کنم. نهار امروز یه حاضری میخوریم، این پارچه رو بردار بیار. هانیه چی؟ هانیه بعد بیدار شه تا من بهش صبونه بدم. من بیدارم، میخوام پارچه‌ام بنویسم. دختر خوشگل من سحرخیزه. بیاین تو حیاط. بریم، مگه نمیخوای پرچم بنویسی؟ باشه عزیزم. پریشانم نچون ویران ویرانم نچون عمرم نچون گیانم نچون گوشم نفرمان نچون سردر گریبان خمه ویلان و به هم دمه ناز چاویلت مرهمه دریای خروشانت دلم دریای خروشانت دلم چی آگرستانت دلم هوار سوزانت دلم هوار سوزانت دلم تا بوم قربانت نچون تا بوم قربانت شابلونا میکشیم. بیا دستشو بگیر. بگیر با هم بکشیم. آها. اینجاش کمر. آها. بله.
ببینین هانیه چی این بلده. سهیل خانم جانم ببخشید، من فکر کنم کمی فشارم افتاده پایین. اه چرا؟ شاید مال بوی این رنگاست. شاید نه. خب برو برو توی خود استراحت. میخوای بیا؟ نه نه خوبه، میرم استراحت. یه آب قند درست کن، یه خودم گلاب برسیش. خیلی ممنون. چشم فاطمه، دراز بکش به زالت جا بیدم. اگه تو جیبت نیست حتما تو خونه هست دیگه. باشه چشم، الان میرم نگاه میکنم. نه تو پذیرایی هم نبود. چشم، دارم میرم تو اتاقتونم ببینم. راحت باشه. آره آره، روی میز جا گذاشته بودیش. نه اگه خیلی لازمش داری الان بدم آژانس برات بیاره. نه قربونت. باشه خداحافظ. رنا تو اینجا چی کار میکنی؟ دیدم در اتاق باز، خانم گفتم لابد باز گذاشتید که توشو تمیز کنم. عزیزم من به شما گفته بودم فروهر دوست نداره کسی به وسایلش دست بزنه. من خیلی با احتیاط تمیز کردم، نگاه کنین هیچ چیزی تکون نخورده. رنا جون لازم نیست، نمیخواد تمیز کنی. خب حالا ولش کن، خیاطی بلدی؟ نه زیاد. لبه های پرچما رو که میتونی بدوزی؟ بله در اون حد بلدم. خب پس خدا رو شکر کارت در اومده، بیا برو پای. چشم. بگم اینجا چی نوشته؟ مگه تو سواد داری عزیزم؟ نه ولی مامانم اینا رو یادم داده. خب اگه یادت داده به من بگو این رو چی نوشته؟ یا فاطمه زهرا. آفرین دختر گلم. مامانت دیگه چی ها یادت داده؟ یادم داده که هر جا فاطمه زهرا باشه اونجا بوی یاس میپیچه. عزیزم شالا به حرمت همین ماه عزیز گره از مشکلاتت باز میشه، به حاجت دلت هم میرسی. منم برات دعا میکنم. نمیدونی که برآورده شدن حاجت من یعنی از هم پاشیدن زندگی تو.
جوانی صحبت کردم. از کارت خیلی راضیه، فکر میکنه رشته قلب برات مناسب باشه. البته من دوستم نظر شما رو هم بدونم. معذرت میخوام، ببخشید. نظر من خیلی مهم نیست. مهم اینه که به آقا جون میگم عزیز من، پدر من، اینقدر حرص و جوش نخور، وقت داریم، حالا درست میشه، به گوشش نمیره که اخلاقشه، زود به هم میریزه. بله، این اخلاقو تو هم به ارث بردی. من؟ امروز هم کیفتو جا گذاشته بودی، هم در اتاق قفل نکردی. در اتاق باز بود؟ آره. مطمئنی؟ آره. شده؟ نه، راستش من امروز کمی به هم ریختم. چرا؟ چیز مهمی نیست، فراموشش کن. خب به من بگو اگر چیزی شده. راستش امروز تو بیمارستان یه نفر رو دیدم که خیلی شبیه اون مردی بود که ازش هانیه رو گرفتیم. تو که گفته بودی اون رفته خارج از کشور. آره آره، حتما من اشتباه کردم، بی خود نگرانم. حق با توه، این عادت بدیه که من از پدرم به ارث بردم. باسو سر کلت پیدا شد. گفتم که دست سرت بر نمیداره. غلطی نمیتونی بکنی. از سر رامور کنار. برام چی؟ جیغ میکشم. اونقدر جیغ میکشم تا پلیس بیاد سراغت. بکش. جیغ بکش. هیچ کس صداتو نمیشنوه. جیغ بزن. گفتم که برو کنار. نمیرم کنار رانا. تو پولامو ندی کنار نمیرم. اون پولا مال تو نیست، پولای منه. سهم منه. سهم همه اون سالی که برات کار کردم. سهم منو بچه‌مه. بچه؟ کدوم بچه؟ تو مسکه راساسی باورت شده اون دختر بچه توئه؟ معلومه که دخترمه. مادرت همه چی برام گفت. گفت که فروختیش به یه خانواده دکتر، دکتر فروهر. اونقدر گشتم تا بالاخره پیداش کردم. بیچاره گذاشتن سر کار، از بس چنه ای، از بس سیریشی، خواستن سر خودشون بازت بکنن. دروغ میگی. دیگه حرفاتو باور نمیکنم. تو میخوای منو زجر بدی. اون بچه منه، دختر منه. ثابت میکنم. مدارکشم پیدا میکنم. تقصیر خودت اورانا. تقصیر خودت، مردم ازت سوء استفاده میکنن. از بس ساده ای. این همه سال گذشته بازم ساده ای. بچت مرد رانو. خفشو باور کن. خفشو رانو. مرد. خفشو رانو. خفشو. نه، او دختر منه، او بچه منه، او بچه منه. ثابت میکنم، ثابت میکنم. Thank you.
به به، عجب اسباب بازی قشنگی. تازه خریدی آنیا جون؟ بله، از بابام جایزه گرفتم. مبارکت باشه، خیلی خوشگله. بگو ببینم، دوست داری دیگه چیا جایزه بگیری؟ عروسک، کتاب داستان، مداد رنگی. دوست داری من برات عروسک خوشگل جایزه بگیرم؟ بله خیلی خیلی، قربونت برم. اون وقت دوست داری با هم مامان بازی کنیم؟ تو بشی دختر من بشم مامان تو؟ نه دوست دارم بس با بازیم بازی کنه. ببین اولش قلمو فشار میدی ولی بعد تهش باید نرم ولش کنی. سهیل خانم جانم ببخشید، من اومدم ماشین رو بزنم، دیدم پودر لباسشویی نداریم، رو به گوجم تموم شده. اگه با من کاری نداری من برم خرید. عزیزم تو اذیت میشی، بذار خودم بعدم میرم میگیرم. نه آخه رو برای غذا لازمه، دیر میشه. باشه قربونت برم، پس اون کیف منو بیار، من بهت پول بدم. بری لازم نیست، خودم پول دارم، بعدم باهاتون حساب میکنم. منم برم. نه قربونت برم، تو بمون خونه پیش خودم. آقا حوصله‌ام سر رفته. عزیز دلم برای چی حوصله‌ات سر رفته؟ میخوای بیای با هم نقاشی بکشیم؟ نه. پس چیکار میخوای بکنی؟ میخوام با خاله نهارو برم. اجازه بدید با من بیاد، زود برمیگردیم. پس قول بده که دست رعنا جونو ول نکنی، باشه؟ چشم. هرچی هم گفت بگی چشم. چشم. شما نگران نباشین، خیالتون راحت راحت. رعنا جان پس تو رو خدا مراقبش باشی. شما نگران نباشین، ما زود برمیگردیم. باشه. بریم عزیزم، خداحافظتون. نگران نشما. داریم با هانیه خانم میریم خرید، براش خوراکی خوشمزه بخرم. پفکم میخری؟ پفک نه عزیزم، پفک واسه نمیخرم. چرا؟ چون پفک واسه شما خوب نیست. بستنی چی؟ بستنی؟ چرا بستنی واسه میخرم. پس دو تاشا بخر. نه دیگه، یه دونه کافیه، هر چیزی زیادش خوب نیست. تو بستنی شکر داره، قند داره، شکلات داره، میخوری اون وقت اون دندونه خوشگلت خراب میشه، اون وقت میشی هانیه بی دندون، میافتی تو قندون. هانیه بی دندون، میافتی تو قندون. چرا وایسادی؟ برگردیم خونه، بعدم میایم خرید. آخه من بستنی میخوام. گفتم برگردیم خونه، بگو چشم. الو؟ رانا خانم بیا تو کوچه، اونجا منتظرتم. میدونی که اگه نیای میرم به دکتر همه چی رو میگم، میگم که اونجا چی کار داری. خانه جون عزیزم تو همینجا وایسا تا من برگردم، باشه؟ تنهایی من میترسم. قربونی برم، از چه تکون نخور، من زود برمیگردم، بعد با هم میریم خرید. باشه قربونه.